بسی درود و بسی مهر به همه شما که عاشق فرهنگ ایران زمین هستید و عاشق ایران زمین هستید. عزیزان و خوبانی که در گوشه گوشه کشورمون، در گوشه گوشه سرزمین اهورایی ایران به دنبال اون فرهنگ غنی و پرمایمون میگردن. ما هم در پروژه خاک در استان کرمان بار دیگر با شما هستیم و از این مایه ها، از این دستاویز های گذشتگانمون داریم استفاده می کنیم. آنچه که گذشته هامون برای ما به یادگار گذاشتن، ما اونها رو قدر می دونیم، ما اونها رو ارزش می دونیم، پاس می داریم و امیدواریم بتونیم با انجام این برنامه ها اونها رو به نسل های آینده منتقل کنیم. همونطور که گفتم، در پروژه خاک در سرزمین و در خطه کرمان به سر میبریم. در کرمان هم شهر به شهر میچرخیم و در موردهای مختلف پرسجو میکنیم. در این مورد با پوشاک، در این برنامه از پوشاک مختلف در استان کرمان صحبت میکنیم. به شهر بم میریم. شهر بمی که همه شما با توجه به ارگ بم، اون بزرگترین و قدیمی ترین بنای خشت و گلی جهان که جز میراث فرهنگی جهانی به حساب میاد آشنا هستیم و اون زلزله ای که پیش اومد. ولی خب ما داریم از حرفای خوب میزنیم، ما داریم از گذشته و آیین هامون میگیم و از پوشاکمون. و این بار باز هم با بانویی که در این زمینه تحقیقات بسیاری داشتن، پژوهش های فراوانی داشتن، گوشه به گوشه، روستا به روستا رو با قاطر، با ماشین، پیاده رفتن و این پژوهش ها رو به دست آوردن. بانو فرحناز هاشمی نژاد که هم محققن هم پژوهشگر در زمینه پوشاک مردمی و عشایری استان کرمان و در این بار و همینطور کارآفرینن. در این بار به یکی دیگه از شهرها میریم، همونطور که گفتم به شهر بم میریم و اجازه بدید که با خانم فرحناز هاشمی نژاد یه سلام و علیک داشته باشیم. خانم هاشمی نژاد، بازم ممنونم با اون لباس زیبایی که پوشیدید، زیبایی برنامه ما رو چندین برابر کردید. خوش آمدید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور همه عزیزانی که از این برنامه استفاده میکنم. خب خانم هاشمی نژاد، شما این بار دوست دارید که از پوشاک کدوم منطقه؟ اینطور که ما قبلا موضوع برنامه رو صحبت کردیم، فقط در مورد موضوع صحبت کردیم، به هیچ چیز دیگه نپرداختیم. از گفتید که میپردازید به قسمتی از استان کرمان که بهش بم گفته میشه و با بم و اسم بم، نارنگی های بم، پرتقال بم، خرمای بم، دنیا آشنا هست و حالا میخواییم اونها رو با لباس و پوشاک بم آشنا کنیم. خیلی ممنونم از این فرصتی که به من میدین. فکر میکنم که هرچه بیشتر میرم جلو، خب کار من بیشتر پژوهش هست و توی حوزه هایی که دارم کار میکنم هر سرانگشت هنرمندی رو میبینم از اون به عنوان یک هنر قدیمی یاد میکنم و خیلی خوشحالم که این فرصت رو به من دادین. باید در مورد بم ابتدا یک تاریخچه رو من خدمتتون بگم که حتما خیلی از دوستان میدونن و آشنا هستن، به خصوص شما که بکنم جای جای ایران رو کامل میشناسید. امیدوارم اینطور باشه. تلاش میکنم. خب من یه چیزی رو قبل از اینکه حالا در مورد بم صحبت کنم باید خدمتتون بگم، قبلا هم گفتم مرزهای جغرافیایی که در حال حاضر
توی ایران هست نمیتونه مرزبندی فرهنگی رو هم ایجاد کنه، به خاطر اینکه در گذشته نشندان دور سیستان بلوچستان، کرمان، یزد و بندر عباس یا بندر هرمزگان اینها یک در واقع مجموعه یک استان بودن یا یک ایالت بودن برای خودشون و تاثیرگذار بودن روی همدیگه و هر کدوم از اینا به دلیل همجواری با اون شهری که بهشون نزدیک هست تاثیرگذار بوده، هم توی پوشششون، هم توی آیین‌هاشون و هم توی هنرهاشون. به طور مثال عرض کنم خدمتتون، مثلا در رفسنجان ما حصیر بافی نداریم چون اون متریالش هم نداریم، چون همجوار با جایی نیستش که حصیر بافی داشته باشن، اما در بم به خصوص در شهرستان های مجاور سیستان و بلوچستان ما یکی از هنرهای ارزندمون حصیر بافی هست. یا این دوخت زیبای سوزندوزی که شما میبینید، بلوچدوزی، این در روستاهای اونجا اصلا به وفور دارن کار میکنن، پوشششون هست و بسیار ارزشمنده و ما خیلی خوشحال هستیم که حداقل سوزندوزی های بلوچ، حالا چه از خطه بم باشه و چه از خطه خود سیستان و بلوچستان باشه، در دنیا به خوبی معرفی شده. همونطور که شما میدونید لباس‌های فرح پهلوی از سوزندوزی‌های بسیار زیبای خانم مهتاب نوروزی درست شده بود و خیلی اهمیت میدادن بهش. خب مدت‌ها این وقفه افتاد، اما در حال حاضر شاهد این هستیم که این سوزندوزی ها داره برای فشن های خیلی بزرگ خارج از کشور برده میشه و روی لباس هاشون استفاده میشه. برای اینکه بهتر بتونیم این سوزندوزی ها رو بشناسیم، من لازم میدونم که هر زن، اینو بگم که هر زن بلوچی حتما، یا هر زن نه صرفا بلوچ به معنای سیستان بلوچستان، زنانی که در قسمتی از بم زندگی میکنند، برآباد، قسمت‌های فهرج و اینجاها، اینا اصلا باید این لباس رو داشته باشن، با این لباس بزرگ میشن. از کودکی وقتی که 2-3 ساله حتی هستن، مادرای اینا لباس‌های با همین تزئینات برای اینا درست میکنن و باید این رو بپوشن و این یک بخش خیلی مهمی از هویت اونهاست. خب حالا توی مراسمای جشن و شادیشون بسته به اون رنگ ها، واقعا تلالو رنگ های زیبا رو هم توی دوخت‌های اینها میشه دید و هم توی خود متریال پارچش میشه دید. واقعا بی نظیر، بسیار زیباست و یک بخش عمده از هویت. یک موضوعی که حالا بی ارتباط نیست من در موردش صحبت کنم، خب ما یک گروه بسیار بزرگ فرهنگی هستیم در ایران که خب خیلی ناراحت شدیم وقتی لباس تیم ملی ما با اون هویت اومد به میدان. واقعا برای ما متأثر کننده بود، به خاطر اینکه ما توی تمام ایران، میشه گفت هر گوشه ایران، یک هنری رو داریم، یک سوزندوزی رو داریم، یک هویت پوششی داریم که میتونست از المان‌های اینها استفاده بشه برای لباسی که داره در سطح دنیا معرفی میشه. و خب این یه مقداری برای ما که جزبه، حالا هم طراحی لباس میکنیم، هم پژوهش میکنیم و هم اطلاعات داریم، خیلی
یعنی لازم بود. حتی دوستان من که توی حوزه کار میکنن گفتن حتما این مسئله رو مطرح کن که ما اینجا هنرمندانی داشتیم که استفاده ازشون نشد. یعنی شما فکر کنید که یک دیزاینر خارجی میاد از این سوزندوزی میبره روی لباساشون کار میکنن به چه زیبایی شو میذارن، ولی روی لباس خود تیم ملی ما که داره میره در دنیا معرفی بشه این هویت اصلا دیده نشده بود. حالا بحث فقط این سوزندوزی نیست، ما از تمام استانها که در نظر بگیرید و شما هر چه که پیش برید حتما یک سوزندوزی خاص اون منطقه رو میبینید که همشون واقعا زیبا هستن. بله همینطوره. اجازه بدین که من این سوال از شما داشته باشم که آیا سوزندوزی که در خود بلوچستان هست با سوزندوزی که در بم دیده میشه و اطراف بم آیا تفاوت‌هایی هم ایجاد شده، یا اینکه نه خود خانم‌هایی که در استان کرمان هستن با توجه به همجواری با استان سیستان و بلوچستان خب این منتقل شده، این لباس منتقل شده، اما خودشون هم در این سوزندوزی هیچ ابتکار خاصی رو به خرج دادن، هیچ تغییری رو ایجاد کردن که بویی از فرهنگ کرمان هم درش دیده بشه، یا اینکه نه کاملا ناب، کاملا بکر و کاملا دست نخورده هنوز باقی مونده؟ ببینید خب این لباس هم مثل هر لباس دیگه‌ای پیرو به یک سری ایده های جدید میتونه باشه. یعنی اینکه شاید در گذشته خیلی دور کمتر شال زرد به این رنگ استفاده میشده یا دوخت ها همینطور. الان یک نمونه ای از شال هایی رو که من دیدم مثلا روش آینه دوزی هم شده. خب این دیگه ابتکارات جدیدی که میزنن، یا خلوتتر دوخته میشه به این پری و سنگینی دوخته نمیشه. این مربوط به این نیستش که در بم این کارو کردن، به خاطر که اینا تنگاتنگ به همدیگه وصل هستن ممکنه از همدیگه پیروی کنن و تأثیر بذاره. خب بالطبع لباس های جدیدی که داره میاد، مثلا در گذشته من یک عکسی رو برای شما فرستادم، یک چیزی شبیه جومه بندر هرمزگان، یک لباس مشکی ساده است. این لباس مربوط به تقریبا نزدیک به 200 سال پیشه که خیلی خوب حفظ شده. لباس اصلی این بوده، لباس اصلی که اگر در دسترستون باشه نشون بدین، این لباس اصلی بوده که در این خطه می پوشیدن. حتی فرم سوزندوزیش قدری متفاوته، اما به تدریج این لباس کمرنگ شده و میشه گفت الان یکی دو نفر این رو به عنوان گنجینه قدیمی نگه داشتن. خب میتونم بگم که بله بی تأثیر نبوده، اما بسیار تا بسیار شبیه همه، یعنی پریوارش مثل هم دوخته میشه، زنجیره ها مثل هم زده میشه، خیلی خیلی شبیه هم دوخته میشه و حتی نقوش که تعریف دارن هر کدوم از این نقوش خیلی شبیه هم هستن. این لباس همین لباس منظور نظرتون هست؟ نه یه لباس مشکیه، این لباس اولین عکسیه که براتون فرستادم، فکر میکنم این لباس باشه. من فقط عکسایی که فرستادید این چهار عکس هست و اگر این لباس تنها لباس مشکی که فرستادید این هستش. من نمیبینم، من یه لباس کرم دارم میبینم گوشه صف هست، اگر که باز بشه خدمت. اجازه بدید پس من دوباره برم روی عکس ها و دوباره اونها رو یه بازدیدی داشته باشم ازشون، ببینیم که به چه صورت هست. بله خوب این لباس خانم هاشمی نژاد
از چند تکه تشکیل شده. این رو هم بد نیست بدونیم که لباس از چند تکه تشکیل شده. این لباس در واقع قسمتی که گلدوزی میشه بهش زی میگن، این قسمت هایی که گلدوزی میشه. الان خانم هاشمی نژاد این تصاویری رو که من گذاشتم میبینید؟ بله بله بله، لباس همین لباس. بله. بله این لباس ببینید کاملا متفاوته با اون لباس های دیگه. همینطوره. این لباس مربوط هست به یک خانواده که این رو در اختیار ما گذاشتن که عکس بگیریم و شما نگاه کنید آستین ها چقدر گشاد هست و یک مرغک بزرگ میخوره به پایین لباس، دو طرف لباس چاک داره و فرمت گلدوزی که روی این شده، سوزندوزیش کاملا با این لباسی که الان رایج هست و تو عکسای دیگه من براتون فرستادم کاملا متفاوته. بله این لباس قدیمی ترین لباسیه که در بم پوشیده می شده و این لباس از دو تکه درست شده، یه شلوار زیر و یک لباس رو. چجوری هست؟ به چه صورت هست؟ و جنسش؟ این لباس نه، این لباس در واقع به صورت حالا به گفتمان امروزی ماکسیه، کاملا بلند. بله. و شلوار زیرش هم که حتما شلوار داشته، شلوار ساده‌ای بوده که هیچ نقوشی نداشته، ولی خود این لباس همینجوری که ملاحظه می‌فرمایید کاملا سوزندوزیش، مدل سوزندوزیش و مدل آستین ها و لباس کاملا با هم دیگه فرق میکنه، با لباس های امروزی فرق میکنه. لباس در واقع تاریخچه ای داره که ما هم در حال احیای اون هستیم، داریم یک مدل از همین رو تهیه میکنیم برای موزه لباسمون. و این خیلی به نظر من نمیدونم شیکتر و امروزی تر از لباس هاییست که ما میبینیم. فوق‌العاده است. آره. فوق‌العاده است. من وقتی که این لباس رو دیدم، حالا فرصتی نبود که من عکسای کاملش که این باز هست رو برای شما بفرستم، وقتی این لباس رو دیدم اصلا شوکه شدم، گفتم مگه داریم، مگه میشه، یعنی مدل های امروزی داره از مدل های قدیمی ما استفاده میشه، بی نظیره، فوق العاده قشنگه این لباس. بله. پس این لباس فرمودید از دو تکه، یه شلوار و همین لباسی که دیده میشه، این تکه بزرگ. بله، با آستین های بلند. فرمی از این شبیه این لباس رو در هرمزگان و بوشهر روی اون لباس اصلیشون می پوشن که حریر هست و لباس زیری مشخصه و بهش جومه میگن، اما این لباس کاملا پوشیده است، یعنی زیرش مشخص نیست و این لباس اصلی بوده که در گذشته در اون خطه می پوشیدن. و جنس لباس چی هست؟ با توجه به آب و هوای گرم نخی داره؟ نخی. کاملا نخیه. بله، کاملا نخیه. خب میخوایی بله در مورد این لباس مطلب خاص دیگه ای هست که بفرمایید؟ این لباس که مشخصه کاملا، یعنی هویتش رو داره بیان میکنه. لباس های دیگه از تکه های دیگه درست شده. بله، یک تکه که جلوی لباس هست به بالا تنه لباس، یک تکه از تقریبا روی شکم تا پایین هست و بعضی از لباس ها که حالا حاشیه دوزی مثل این لباس رو دارن، سردست و دمپای شلوار همینطور روی این لباس پیاده میشه. خب بنا به مدل های مختلفی که در حال حاضر همینجور که گفتم، خب اونها هم تبعیت از مد میکنن، گاهی پیش میاد که این لباس کاملا بلنده و فقط لبه های شلوار دیده میشه. در گذشته نچندان دور این لباس تا زانو بوده و شلوار بیشتر دیده میشده. همینطور باید خدمت عرض کنم که پارچه ای رو که
در واقع این دوخته میشه روش، این گلدوزی ها دوخته میشه، پارچه های تور تارتاری بهش میگن و پارچه های نخی بسیار نازک که بعداً روی اون لباس اصلی نصب میشه. همینطور باید بهتون بگم که اینا هر کدومش نقوشش با همدیگه فرق میکنه، اسم داره، دوختها با همدیگه فرق میکنه. باز هر دوختی مثلا میگیم پلیواره یا مثلا زنجیره است یا پردوزیه، تمام اینا اسم داره و با همدیگه متفاوته و چقدر پرکاره. فرضاً اگر یک نفر بخواد بشینه و این لباس رو سوزندوزی کنه چقدر زمان میبره؟ چند ماه باید روزی مثلا 8 ساعت بشینه و این کار رو تموم کنه؟ چون واقعا به نظر پرکار و پرزحمت میاد. این کار که با دست انجام میشه البته بسته به اون نوع نخ مرغوبی که استفاده میشه داره. مثلا یک لباسی رو من چند وقت پیش دیدم که با نخهای گلابتون خیلی ظریف، تمام این کار طلایی بود و آینه کاری داشت و اون خانم میگفتش که من بیش از 2 ماه داشتم فقط، یعنی اونجوری که اون میگفت نه 8 ساعت، میگفت شبانه روز داشتم روی این کار میکردم، یک کار هنری بی نظیر بود. واقعا زمان میبره. شما فکر کنید یک پارچه خیلی ساده رو باید پره پره با سوزن پره پرش کنید. خب این میتونم بگم خیلی زمان میبره و خیلی هم قیمت بالایی داره. در حال حاضر اومدن این سوزندوزی رو ماشینیش هم کردن، یعنی حالا نمیتونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه، ولی ماشینی این هم هست، بسیار قشنگن، اونا هم خوشگلن و قیمت مناسب تری دارن به خاطر اینکه اونا معتقدن که باید این لباس پوشیده بشه و قدرت مالی اینکه این رو بخرن ممکنه نداشته باشن و حتی اونقدر هنر رو نداشته باشن که این رو بدوزن. هرچند اکثر خانمای اون منطقه هم در سیستان بلوچستان و هم در اون حوزه های بم خودشون این کارو میکنن، میدوزن، ولی ماشینی این هم اومده با طرح‌ها و نقش‌های مختلفی که الان من یکیش از ماشینی‌ها دم دستم هست، اگر شما تصویر منو داشته باشید من میتونم بهتون نشون بدم. بله اجازه بدید پس اونو ما برگردیم به استودیو و اون وقت اونو نشون بدید. اجازه بدید عکس ها تموم بشه و من تفاوتی که این رو با عکس قبلی که 200 سال فرمودید قدمت داره میبینم، یکی کوتاهی دامن هست و یکی سرپوش داره و میریم سراغ بعدیش. بله در مورد این عکس بسیار زیبا و دوختهای پرتلالو. بله همینجور که این رو ملاحظه می‌فرمایید کناره‌های کمر چند تا چین می‌خوره، یعنی دیگه به اون راسته و صافی نیست، چند تا چین می‌خوره، در واقع دیزاین شده با نواردوزی پایینش و سوزندوزی بیشتری که روش کار شده و همینطور شال سرشون که شالای بسیار بزرگی دارن که عمدتا نیاز نباشه چادر بپوشن و خب بعضی مناطق مجبور هستن هنوز چادر رو روی اینها بپوشن، اما خود شال اینا هم زیباست هم پوشیده است و نیاز نیستش. این لباس نسبتاً مدرن تریه میتونم بگم. بله. و همینجور که ملاحظه میفرمایید این دوتا لباس آخری آستین داره و
برعکس اون لباس مشکی که اصلا آستین این ببینید توی این مشکی شما آستین نمیبینید، ولی این آستین داره مثل لباسی که خود من پوشیدم و سراستین داره، اما تو اون مشکی نه سراستین تزیین شده نه اصلا آستین به این شکل نداره، یه حالت پانچوه در واقع. که من یادم هست سالیان خیلی گذشته در ایران بهش میگفتن خفاشی یا همچین چیزی. بله. اسمو مختلف میذارم، ولی این بسیار زیباست. خب شیک مدرنه و باب طبع جوانای امروزی شاید که بیشتر از بقیه باشه. و بله. سراغ یکی دیگه باقی مونده، این یکی رو هم در مورد توضیح بفرمایید. این سوزندوزی رو بردن برای خارج از کشور و با دیزاین خیلی روز، یعنی مدل آستین به صورت آستین معمولی نیست، یعنی یه جایی داره که دست از توش در میاد و آستین آزادی نیست و یه حالت پانچوی داره، بسیار زیباست. همینجور که من خواستم بهتون این عکس رو فرستادم برای اینکه ببینید این سوزندوزی ها در دنیای مد چه کار میتونن بکنن. البته بسیار هم ارتباطاتی که با دوستانی که کار مد میکنن در خارج از کشور ارتباطاتی که داشتم و واقعا خواهان اینا هستن، منتها دیگه در حال حاضر یه مقداری ما بحث صادراتمون بسته شده و نمیتونیم براشون اون چی که اونا میخوان رو بفرستیم. اما همینجور که این رو میبینید، ببینید دو طرف سه گوشی که از روی شکم میاد به سمت پایین، اینها در واقع جیب هستن که الان روی لباس من موجوده، یعنی از میتونن آنچه داشته هاشون، حالا یه خانومی هرچی که داره رو میتونه توی این قرار بده، یه حالت جیب مانند داره. ولی خب روی لباسایی که داره دوخته میشه در خارج از کشور این دیگه حذف میشه و کامل روش دوخته میشه. این لباس هم بسیار خوش نقش و نگار و خیلی خوش آب و رنگه و من تنها لباسی دیدم که منگوله داره. این منگوله ها حکایتش چه هست؟ بله، این همونجور که عرض کردم این دیگه سلیقه اون دیزاینره که میاد با استفاده از حالا هر المانی که دلش میخواد. خب این منگوله های جورایی از نخای رنگی که این دوخته شده انگار ادامه پیدا کرده و تو ذهن شما کمی هم مثلا ممکنه فرش رو تداعی کنه یا پرده های منگوله‌ای رو تداعی کنه، از خود متریال اون نخا منگوله هایی در جای جای لباس و به خصوص پایین لباس استفاده شده. خب میگم این دیگه بستگی به دیزاینر لباس داره. در خارج از کشور دستشون بازه، از همین به حساب سوزندوزی استفاده میکنن برای مدل های مختلف، کما اینکه مثلا خود ما در ما سال گذشته روی کاپشن های مام استایل جین اومدیم، هم پته رو کار کردیم و هم سوزندوزی بلوچ رو کار کردیم و بازار خیلی خوبی داشت. یعنی قبل از سال 98 که توریست هم زیاد می آمد میتونم بگم 99% از این کاپشنایی که روش جین بود و راحت پوشیده می شد اما با یه همچین متریالی سوزندوزی و اینا تزیین شده بود خیلی خوب استفاده می کردن، می خریدن. خب در حال حاضر متاسفانه توریستی که هنوز نمیتونه گردشگری فعلا تعطیله و باب صادرات هم که هنوز باز نشده و ما خودمونم دیزاینای خاصی داریم، یعنی ما هم نیومدیم توی همین فرمت و همین الگوی ثابت بمونیم، اومدیم روش خیلی کار کرد. بسیار کار هوشمندانه ای رو دارید انجام میدید، چون بازاریابی و گسترش این صنعت یکی از حرکات اساسی باید باشه، وگرنه این صنعت در درون خودش به شکلی گرد و خاک می‌خوره.
اگر در مورد عکس ها توضیح دیگری نیست، بپردازیم، برگردیم به استودیو و بپردازیم به حرفای دیگر شما. من در خدمت. خواهش میکنم. ولی همونطور خانم هاشمی عزیز، همونطور که فرش اون حالت سنتی خودش رو از دست داد و به شکل ماشینی در اومدهش، تا اکثر افراد بتونن از فرش به شکل استفاده کنن، خب این دوخت ها هم همینطور، چون خیلی ها توان مالیش رو ندارن و مبتکرین هم میدونن سراغ ماشین ها و با ابزار تازهی که به دست اومده، این سنت به شکلی حفظ میشه ولی به شکل دیگر هم از بین خواهد رفت که باید مراقبه از بین رفتنش باشیم. خب معمولا جنس این لباس ها رو فرمودید که نخی هستش، اما برای من یه سوال دیگه پیش میاد با توجه به اینکه خب هم زمستان هست هم تابستان هست و هم اختلاف درجه حرارت در این مناطق که کویری هست بسیار زیاده، اونها در هنگام شب که سرد هوا یا در زمستان که باز هم به هر حال سردتر از تابستان هست، چطور خودشون رو از سرما محفوظ میکنن؟ آیا همین جنسش عوض میشه یا پوشش دیگری دارن، سرپوشی دارن، تنپوشی دارن که اون رو روی این لباساشون میپوشن؟ بله، خب اونها هم از کت و پالتو استفاده میکنن، روی همین ها کت و پالتوشون رو میتونن بپوشن. منتها ببینید، فقط هم روی پارچه نخی اجرا نمیشه، مثلا برای مراسم جشن و برای مراسم شب نشینی و اینا ممکنه این پارچه خامی که من نشون شما بدم، این پارچه خام از جنس مخمل باشه. یعنی خیلی مخمل ساده، حالا مشکی، سبز، زرشکی، رنگای بسیار قشنگ و این سوزندوزی ها روش اجرا بشه. میدونید، یعنی میتونم بگم که اونها هم به هر حال بنا به شرایط زندگیشون، اون شرایطی که میخوان لباس رو بپوشن، این تغییرات رو دارن. و خب یه چیزم ناگفته نمونه، مثلا در روستاهای بم که دارن الان لباس بلوچی با همین فرمت میپوشن، اولا به ندرت اونقدر سرد میشه که خب اصلا برف اونجا نداره، حالا گاهن بارندگی و طوفان‌های شن داره که با همین پوشش‌های معمولی با کت، پالتو و چادرهاشون، به خصوص وقتی که طوفان شن میاد، اصلا باید چشمای اینا در امان باشه. درست. و پناه میبرن به یک جایی که در معرض اون طوفان شن نباشه. و شاید بله، سرپوششون که قدری نازکتر هست بتون اونها رو در امان نگه داره. بله، این الان پارچه نخیه، ولی من حالا میگم فرصت نبود همه رو آماده کنم، پارچه حریر اینم هست. بله، این حریر خیلی نازکه و با گلابتون دوخته شده. البته ناگفته نمونه، اون حریر رو بیشتر در منطقه جیرفت میپوشن که باز در مورد اون و خوستوزی شلوار بندری، شلوارهایی که میپوشن و اونا دیگه اصلا بحثش کاملا جدا میشه. من یه تیکه رو دارم دم دستم به شما نشون بدم. ببینید، این کاملا بر اساس مدلش به این صورت آماده میشه، به این صورت. این برای جلوی بالاتنه لباس هست. البته این ماشینیه و قسمت هایی از اون دست دوزه، از پشت کار من میفهمم که نخ رد شده، نه قسمت هایش دست دوزه. خب من یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، فرش ماشینی اومد، اما افرادی که در گذشته نمیتونستن از فرش استفاده کنن به دلیل تمکن مالی، چون همیشه فرش کالای گرونی بوده، چی استفاده میکردن؟ مثلا زیلو استفاده میکردن. و خب فرش ماشینی کمک کرد که حالا زیلو رو استفاده کنن، با اینکه زیلو خودش یک دست بافته است و باز هم خیلی ارزشمند هست، این رو استفاده کنن. من توی یک
سفری یک نمایشگاهی داشتیم، توانمندی های زنان جاده ابریشم در شیان در چین بودم. خب من تجارت فرش ایرانی رو می دیدم، واقعا فرش های بی نظیری که میتونم بگم خود ایرانی ها شاید تک و توک قدرت خرید اینا رو داشتن. ابریشم بود، فرش های بسیار ریز بافت بود و خیلی خوشگه. و گفتم که خب با توجه به اینکه چین خودش داره فرش ماشینی میزنه، آیا اینا خریدار دارن؟ گفت بله، چین هم به سمت سرمایه داری رفته و سرمایه دارا دارن کالای تجملاتی تهیه میکنن و اصلا رقابت میکنن توی تهیه کالای تجملاتی، به خصوص کالاهای ایرانی که نشانی از دست بافت، دست دوز و از این قبیل چیزا داشته باشه. من فکر کنم صنعت فرش هیچ وقت از بین نمیره، به خصوص الان که میبینیم اینقدر تنوع پیدا کرده، گلیم ها فرش های قدیمی داره رو میاد، حتی داریم میبینیم که فرش داره روی لباس کار میشه. حالا نمیدونم شما اونجا دیدین یا نه، روی کتا جیباشونو از فرش زدن، صندلایی که به حساب راحتی توی خونه است از فرشه، به خاطر اینکه معتقد هستن که این متریال طبیعی کمک میکنه، انرژی میده به آدم و نمیشه جلوی تکنولوژی رو گرفت. به هر حال همینطوره، به هر حال باب هر سلیقه‌ای و باب هر بودجه‌ای باید کالایی برای ارائه داده بشه و خب ماشین و تکنولوژی هم اومده به کمک اون. من دقیقا اون چه که شما میفرمایید در ایران مال تازه باز شده بود و هنوز هم رونقی نداشت، ولی یه بخشش بود که مخصوص به فرش ایران بود. یعنی شما فکر نمی کنید که من تمام روزم رو که رفته بودم ایران مال رو ببینم، تمامش رو در همین نمایشگاه فرش گذروندم و فرشایی که اصلا حیرت می کردی که چطور یه بافنده میتونه با این ظرافت کار رو انجام بده، فوق العاده زیبا و همش هم برای صادرات بود. به هر حال بله، صنایع دستی ایران بسیار پربهاست و بسیار غنی هست، بسیار پرمایه هست، باید قدرش رو بیشتر بدونیم. و اگه در مورد پوشش بانوان بنی و این منطقه از کرمان مطلب خاص دیگه ای مونده، لطف کنید بفرمایید که ما بشنویم. ببینید در خود شهرستان بم میتونم بگم پوشاک شهریه، یعنی از این فرمت کمتر، به ندرت حتی استفاده میشه. خود بمی ها اصلا از این استفاده نمی کنن. تاریخچه‌ای داره که در عهد قدیم که حالا بعدهاش مشخص نیست به دلیل خشکسالی بوده یا به چه دلیلی بوده که ارگ قدیم رو ترک میکنن مردم و به اطراف اون مهاجرت میکنن و ساکن میشن، در ارگ قدیم این پوشش رایج بوده. حالا دیگه بعد حوزه شهری الان لباسشون لباس معمولیه، حالا الان که دیگه میتونم بگم هم لباس اداری دارن یا لباسی که توی خونه میپوشن لباس معمولی و لباس شهری هست. اما در اون خطایی که همجوار هست عرض کردم و لازم یک توضیح کوچیکی من در این مورد بگم. زنان این منطقه بسیار زنان فعالی هستن که ما خودمون با چند تا گروهشون داریم کار میکنیم. اینها زیبرالات درست میکنن، زیبرالات سوزنزی، امز گردنبند، هدبند، گوشواره، دستبند و چیزه خیلی خوشگل، خیلی خوشگلی. کراوات هایی که دارن میزنن و کیف پولایی که دارن میزنن و خیلی چیزا، خیلی کارهای قشنگی دارن میکنن که این رو از فقط استفادهش که لباس نباشه، یعنی دارن از این
خارجش میکنن تا به کاربری بهتری برسه. و خب این خیلی حائز اهمیته. ما حمایت میکنیم از اینا، توی نمایشگاه های مختلف کاراشون رو معرفی میکنیم و خب مسلماً امیدوار هستیم که صادرات بتونه انجام بشه تا ما بتونیم کارای این خانم ها رو حالا تو بخش توانمندسازی که فعالیت عمده انجوی ما هست، بتونیم این فعالیت های اینا رو به بازار جهانی معرفی کنیم تا اینا بیشتر از نظر مالی به یک غنای خوبی برسن، چون اون طرف واقعا قدر اینا رو میدونن. من میتونم بگم از همین شالی که تازه اونجا اصلا استفاده از شال و روسری نمیشه، هر توریستی که تا 2 سال و نیم پیش که توریست ها میامدن، هر توریستی میامد از این شال از ما میخواست. حالا اون میگفت من کنار دریا رو دوشم میندازم، اون میگفت اصلا دوست دارم همینجوری روی لباسم بپوشم، یا به هر ترتیب اینا استفاده میکردن. و ما امیدوار هستیم که اتفاقای خوب بیفته و ما بتونیم این همه هنر رو به جای جای دنیا معرفی کنیم، ببریم براشون یک اقتصاد خوب رو جریان بدیم. فقط همینطور که گفتم، بسیار تا بسیار متاسف شدیم که چرا نباید این المان‌های به این زیبایی روی لباس‌های تیم ملی ما که تو این پروسه ما باهاش طرف هستیم، کاشکی اینها روی اونا قرار گرفته بود و هویت ما رو معرفی کرده بود. امید اون روزی که حتی تیم‌های مختلف ورزشی و سرپرستان اونها بدونن و بشناسن این هنرهای به شکلی شاید ناشناخته رو، که خب من فکر میکنم بعید میدونم که کسی ندونه، ولی شاید نمیدونن چطور باید از این هنرهای سوزندوزی در لباسهای ورزشی استفاده کنن. اگر 2-3 نمونه انجام بشه و فرستاده بشه براشون روی اون پارچه ها و روی اون، چون باید لباسهای ورزشی جنس خاصی داشته باشه، روی هر جنسی نمیتونن اونها با اون ورزش کنن، روی اون جنس ها این کارها انجام بشه، براشون فرستاده بشه و اونا بدونن و بفهمن، و فکر میکنم اون وقته که میتونه کاملا متفاوت بشه از لباس بقیه تیم‌های بقیه کشورها. و من با امید اون هستم که دوباره باب مراودات بین ایران و کشورهای دیگه باز بشه، باز هم صنایع دستی ما رونق گذشتش رو پیدا کنه و این رونق سبب رفاه و راحتی و آسایش برای به ویژه بانوانمون بشه. خانم هاشمی نژاد بسیار عزیز، ممنونم از همه توضیحاتی که دادید. من دست از سر شما بر نمیدارم، تمام شهرهای کرمان رو دونه بدونه با شما خواهم اومد، با این لباسهای زیبایی که میپوشید و این لباسها رو به دنیا به شکلی معرفی میکنید. مرسی، مرسی، متشکرم. من هم امیدوار هستم، البته ناگفته نمونه که حداقل توی خود ایران اینا این کارا رو میشناسن و طراحان مد و لباسی که انتخاب شده بودن برای تهیه اون لباس ها میشناختن، سوزندوزی ها رو میشناسن، به هر حال اطلاعات دارن و میتونستن استفاده کنن، همون جوری که ما مثلا کشورهای خیلی خیلی کوچیک تانزانیا با لباس محلی خودش اومده، نمیدونم خیلی از کشورها من اردوهاشون رو دیدم، لباس رژه اینا میتونست از المانهای ایرانی استفاده کنه، که خب حالا نشد و ما امیدوار هستیم که در آینده نه چندان دور اتفاقای بهتر بیفته. با نقدایی که کردیم امیدوار هستیم اثر بخش باشه. من هم خیلی خوشحالم که شما رو دارم، خیلی خوشحالم که میتونم از طریق شما گوشه ای از فرهنگ قشنگ کرمان رو منتشر کنم و
بسیار، یعنی انقدر زیاد هست گاهی وقتا من فکر میکنم آیا میشه این رو هم بگم، آیا میشه این رو هم بگم. حتما برنامه‌های بسیاری خواهیم داشت. با توجه به اینکه وقت امروزمون به پایان رسیده، مجبورم که از شما و از بیننده های خوبمون، از همه شما که عاشق این سوزندوزی ها هستید، خداحافظی کنم. اما وعده میدم که ما بار دیگر با این سوزندوزی ها به شهر دیگری خواهیم رفت. خانم هاشمی نژاد بسیار عزیز، از شما هم در اینجا خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. بدرود. بدرود و شاد و اهورایی باشید و زندگی شیرین به کام تک تک شما.